به نام خدا. بچه های عزیزم سلام، با قسمت دوم بحث مشتق پذیری در خدمتتون هستم. جلسه قبل ما در مورد نقاطی که تابع توش ناپیوسته بود و در نتیجه مشتق ناپذیر بودن بحث کردیم. این جلسه میخوایم در نقاط در توابعی که تابع پیوسته است ولی به دلیل اینکه مشتقهای چپ و راستشون برابر نیستن بحث بکنیم. جلسه قبل در مورد توابع کسری و توابع شامل جزء سعی بحث کردیم. حالا اولین تابعی که تو این قسمت با هم بررسی میکنیم تابع قدر مطلقه. یه توضیح بدم بچه ها، توی قدر مطلق ما مشکل پیوستگی نداریم، پس شما نیازی نیست اینجا اصلا پیوستگی رو چک کنید. بنابراین توضیحاتش رو با هم بخونیم. گفته تابع قدر مطلقی تابع پیوسته است. بنابراین مشتقهای چپ و راستش رو اگه خواستی پیدا بکنید حتما با تعیین علامت قدر مطلق رو حذف کن، بعد شروع کن به مشتق گیری. خب بریم سراغ سوال اول. گفته چی؟ گفته مشتقهای چپ و راست این تابع رو تو x برابر 1 حساب کن. گفتم قدر مطلق همیشه تابع پیوسته است، نیازی نیست پیوستگیش رو چک کنید. بنابراین من فقط میام قدر مطلقمو با تعیین علامت حذف میکنم. برای محاسبه مشتق راستش x رو میل میدم به سمت 1 راست. وقتی x میل میکنه به سمت 1 راست یعنی از 1 یک کوچولو بیشتر. جای x داخل قدر مطلقم قرار بدم به تواندو که میرسه بازم از 1 بیشتره، منهای 1 که بشه اینجا یه عدد مثبت میشه. میتونید شما در واقع به جای 1 مثبت 1 و 1 دهم بذارید فقط برای اینکه ببینید داخل مثبت میشه یا منفی و بعد قدر مطلقتون رو بردارید. خب اینجا چون داخل مثبت شد من قدر مطلقم با علامت مثبت برمیدارم، fx میشه x دو منه 1. حالا از این تابع باید مشتق بگیرم. مشتقش میشه چی؟ f پریم x مساوی میشه با 2x. یک رو قرار میدم توش، مشتق راست هم حساب میشه. f پریم 1 از سمت راست میشه 2. پس مشتق راستمون 2 شد. برای محاسبه مشتق چپش بچه ها باید x رو میل بدم به سمت 1 منفی و قدر مطلقم رو حذف کنم. پس میام اینجا یک منفی قرار شد که یه دهم کم کنیم دیگه. اگه یک مثبت بود به یک یه دهم اضافه کنید، اینجا یه دهم کم کنید. البته این کار به لحاظ علمی درست نیست چون یک منفی خیلی نزدیک یکه، ولی برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم و قدر مطلقمون رو حذف کنیم استفاده میکنیم ازش. یک منفی به توان دو برسه یعنی مثلا 9 دهم به توان دو برسه میشه 81 صد، منهای یک یه عدد منفی میشه. بنابراین قدر مطلقم با علامت منفی برداشته میشه. یعنی میشه چی؟ با علامت منفی که برش دارم میشه 1 منهای x2. حالا از این تابع مشتق میگیرم، f پریم xش میشه منفی 2x. نهایتاً به جای xاش 1 میذارم و مشتق چپ هم حساب میشه. f پریم 1 از سمت چپ برابر میشه با منفی 2. پس مشتق راستمون 2 شد، مشتق چپمون منفی 2، گزینه 3. حالا قبل از اینکه بریم سراغ تیپ بعدی، تیپ اول این بود که مشتق چپ و راست با هم حساب کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ تیپ بعدی من نکات اینو بگم بهتون. نمودار تابع x دو منه قدر مطلق x دو منه 1 حتما همتون بلدین دیگه. x دو رو یه واحد میارمش پایین، قدر مطلق این تیکه‌ای که پایین افتاده رو برمیگردونه میاره بالا. بنابراین شکلم به این صورت میشه. اینجا نقطه 1، اینجا نقطه منفی 1. ببینید بچه ها، توی نقطه 1 ما مشتقهای چپ و راستمون رو پیدا کردیم. مشتق راستمون شد 2، مشتق چپمون شد منفی 2. نگاه کنید، در حقیقت من الان اینجا حالا با همین رنگ آبی بهتون نشون بدم، خط مماس راستم به این صورته و خط مماس چپم به این صورت. شیب این شد 2، شیب این 1 شد منفی 2. اصطلاحاً میگن شیب نیم مماس راستمون 2 و شیب نیم مماس چپمون منفی 2. اگه دقت بکنید بین نیم مماس ها یه زاویه ایجاد شده، تتا، یه زاویه غیر از 0 و 180 ایجاد شده. تو این حالت وقتی بین نیم مماساتون زاویه ایجاد میشه اصطلاحاً میگن نقطه گوشه داریم.
که بعداً در موردش مفصل صحبت میکنم، بهتون میگم چه توابعی ما توش نقطه گوشه داریم. پس وقتی بین نیم و ماستون زاویه ایجاد میشه، ما حتما نقطه گوشه داریم و حتما نقطمون مشتق ناپذیره. موضوعی که حالا وجود داره چیه؟ بیایم اینجا ببینیم چی شد که x برابر 1 شد نقطه گوشه. من داخل قدم اتاق رو براتون تجزیه میکنم. x منهای 1 در x به علاوه 1. ریشه داخل قدر مطلق x برابر 1 میبینید؟ اینو داره صفر میکنه. توانش چنده؟ توانش 1ه. پس اگر ریشه داخل قدر مطلق داشتیم توانش 1 بود، اصطلاحاً به این نقاط میگن، به این ریشه ها میگن ریشه های ساده، ریشه هایی که توان عبارتش 1ه. تو ریشه های ساده داخل قدر مطلق ما چی داریم؟ نقطه گوشه داریم. بعداً بازم میگم مفصل در موردش حرف میزنم. پس حتماً تو منفی 1 که ریشه اون 1 عبارت است و توانش 1م، باید نقطه گوشه داشته باشیم. بله داریم. نگاه کنید، شیب نیم و ماست چپش، نیم و ماست چپش شیبش منفیه، نیم و ماست راستش شیبش مثبته. اینجا هم داره بین نیم و ماست زاویه ایجاد میشه و بنابراین میگیم اینجا حتما این نقطه منفی یکم نقطه گوشمونه. در همین حد فقط میخواستم آشنا بشید با موضوع. میگم بعدن که بخوام نقاط گوشه رو توضیح بدم کامل بهتون میگم که کجاها ما نقطه گوشه داریم. بریم سراغ سوال بعدی. سوال 17، ترکیبی قدر مطلق و جزء سعی توش داریم. یه حد بهمون داده، گفته حاصل این حد رو پیدا کن. من باید بدونم این حد چیه و بعد برم سراغ اطلاعات مسئله، با کمک اطلاعات مسئله حاصل حدمو پیدا کنم. بچه شما اصلا کاری به این مثبت این بالا فعلا نداشته باشید. خب میگید چی؟ میگید برای اینکه من حاصل حدمو پیدا کنم، این خود تعریف مشتقه، این خود تعریف مشتق f1 به علاوه h من f1 تقسیم بر h، ممکنه یک کوچولو تغییرات توش ایجاد بکنن. بازم شما نباید بترسید. نگاه کنید نکتهش میشه این. حالا البته اینا رو تو تعریف مشتق باید بهتون درس بدن. من حالا اینجا یه اشاره میکنم که خودتون در واقع بتونی سوال بعدی رو تو این زمینه حل بکنید، چون این نکته رو زیاد میبینید. پس من اینجا یه اشاره بهش میکنم که کامل موضوع رو یاد بگیرید. ببینید، من بخوام این حد رو ساده کنم، ضریب اچ پرانتز اولی رو برمیدارم 1، منهای ضریب اچ پرانتز دومی 0، درست؟ 1 منهای 0 تقسیم بر ضریب اچ پایین 1. در اف پریم این عدده، این عدده چنده بچه ها؟ داخلش رو اگه به جای اچ 0 بذارم میشه 1، اف پریم 1. پس این همون اف پریم 1 رو ازم میخواد، ولی حالا میام میبینم اینجا به این داده صفر مثبت. اگه صفر مثبت رو داخل پرانتز بذارم به جا اچم، میشه یک به علاوه صفر مثبت، یعنی از یک یک کوچولو بیشتر، یعنی اف پریم یک راست. پس حاصل حدمون مشتق راست تابع رو تو نقطه یک میخواد. درست شد؟ پس تو این سوالایی که f و h داریم یا f و دلتا x داریم، میتونیم از ضریب h ها استفاده بکنیم و به این شکل حاصل حدمون رو پیدا کنیم. میام اینجا میگم بچه ها مگه شما جزء سعی قدر مطلق ندارید؟ باید بیایید حتما اینا رو حذفشون کنید بعد مشتق بگیرید. خب باشه، یک مثبت مگه نیست؟ مگه از یک بیشتر نیست؟ بنابراین جزء سعی میشه یک. قدر مطلق هم چی؟ قدر مطلق باید تعیین علامت بشه، یا خودش میاد بیرون یا قرینش. خب یک مثبت بذارم این داخل، مثبت میشه خودش میاد بیرون، چون داخلش مثبته. پس یادتون نره جزء سعی تعیین مقدار میشه، یعنی به جاش یه عدد میشینه. قدر مطلق تعیین علامت میشه، یا خودش میاد بیرون یا قرینش. بنابراین ضابطه تابم fx برابر میشه با رادیکال x2، به جا جزء سعیه میذارم 1، قدر مطلقه هم میشه x. حالا از این تابع مشتق میگیرم، به جا xاش 1 میذارم، f پریم x برابر میشه با مشتق زیر رادیکال هم میشه 2x به علاوه 1، اون یکی که 0 میشه دیگه مشتقش، تقسیم بره 2 برابر خود رادیکاله، یعنی این. حالا به جا xاش 1 میذارم، مشتق راستم تو نقطه 1
پیدا میشه. افریم یک از سمت راست میشه 3 بر روی 2، یعنی میشه 1.5. گزینه 1. تیپ دوم توی قدر مطلقی ها بهتون میگه این تابعه کجا مشتق ناپذیره. یه تابع قدر مطلقی بهتون میده، میگه بررسی کن کجا مشتق ناپذیره. من توی سوال اول بهتون توضیح دادم، گفتم که یه تابع قدر مطلقی تو ریشه های ساده داخل قدر مطلق مشتق نداره. ریشه ساده چی بود؟ توانش 1 باشه. خب پس من اگر بخوام بدونم این تابع تو چند تا نقطه مشتق نداره، کافیه ریشه های ساده داخل قدر مطلق هم پیدا کنم. یعنی مساوی صفر قرارش بدم به این شکل، از یه x2ش فاکتور بگیرم، دو تا ریشه به هم میده، یه دونه صفر یه دونه 1. ریشه 1 توان عبارتش 1، پس ریشه ساده است، پس نقطه مشتق ناپذیر تابع است، یه نقطه پیدا کردیم. اما ریشه 0 توان کلی عبارتش 2، این ریشه ساده نیست، این مضاعفه. بنابراین این قبول نیست، پس این تابع یه نقطه مشتق ناپذیر بیشتر نداره. به همین سادگی میتونید توی قدر مطلق یا نقاط مشتق ناپذیر رو پیدا کنید. بریم سراغ سوال بعدی. تیپ بعدی وجود عامل صفر شونده است. اگر جلسه قبل رو خوب گوش داده باشید، من بهتون گفتم که توی جزء سعی وقتی عامل صفر شونده پشتش ضرب میشه، شما خود جزء سعیه رو نگاه کنید ببینید پیوسته هست یا نه. بعد اگر ناپیوسته بود، حد نداشت و ناپیوسته بود، یه بار عامل صفر شونده توش ضرب کنید پیوسته میشه، ولی هنوز مشتق نداره. یه بار دیگه ضرب کنید مشتق پذیر میشه. پس تو اینایی که عامل صفر شونده دارن، شما فقط کافیه ببینید اون تابع اصلیه، اونی که مشتق نداره، وضعیت اولیه‌اش چیه. سوال بخونیم. گفته تابع با ضابطه x رادیکال x2. خب من سریع به جای رادیکال x2 میذارم قدر x. رادیکال x2 میشه قدر مطلق x. از نظر پیوستگی و مشتق پذیری تو x برابر 0 چجوریه؟ من میگم اول بررسی کن ببین خود قدر مطلق x چی کم داره که بعد عامل صفر شونده توی ضرب کنم، چون عامل صفر شونده ضرب کرده. چی کم داره؟ عامل صفر شونده ها کدوم کمبوداشو میتونه جبران کنه؟ بریم ببینیم. قدر مطلق x نمودارش به این شکله بچه ها. تو x برابر 0 پیوسته است. مشتق هم داره؟ میگم نه. نقطه نکتیزه. یا به عبارت دیگه نقطه گوشه است. دیگه الان میشناسیدش. خب پس میگم پیوسته هست، ولی مشتق نداره. چند تا کم بود داره؟ یه دونه. فقط مشتق نداره. پیوسته هست. خب باشه، یه بار پس عامل صفر شونده تو ضرب کنم مشتق پذیر میشه. پس x قدر مطلق x هم پیوسته است هم مشتق پذیره. و سلام. جواب میشه گزینه 1. اینم از این. بیاییم با هم یه سوال سنگین حل کنیم. سوال بعدی رو نگاه کنید. گفته تابع با ضابطه این تنها در یک نقطه مشتق نداره، آ رو پیدا کن. خب من قدر مطلق میبینم، سریع باید یاد ریشه های ساده داخل قدر مطلق بیافتم، ولی اینجا جمع دوتا قدر مطلق بهم داده. چیکارش کنم؟ اول بیایم یک کوچولو تابعمون رو با فاکتورگیری به فرم بهتری تبدیلش کنیم. این قدر مطلق x دومینای 1 رو که خودش رو مینویسم به علاوه x داخل فاکتور بگیرم، میشه x در x دومنهای 1، یه آ هم که این پشت داشته. من اینو تبدیلش میکنم به دو تا قدر مطلق، یعنی میشه چی؟ میشه قدر مطلق x دومنهای 1 به علاوه آ در قدر مطلق x، قدر مطلق x دومنهای 1. نهایتاً میتونم از یه قدر مطلق x دومنهای 1 فاکتور بگیرم در 1، از این اولی 1 میمونه، به علاوه آ در قدر مطلق x. چند تا ریشه ساده داخل قدر مطلق دارم؟ 3 تا. دو تاش باید حذف بشه.
چون طراح بهم گفته فقط تو یه نقطه مشتق نداریم. چیکار کنم که اینا از بین برن نقاط مشتق ناپذیرمون؟ باید عامل صفر شونده ایجاد بکنم پشتش، عامل صفر شونده ضرب بشه. ببینید بچه‌ها، این x برابر صفر، خب ریشه ساده داخل قرد مطلقمون x برابر صفر، این پشتش عامل صفر شونده وجود نداره، یعنی نمیتونه براش عامل صفر شونده باشه، چون صفر رو بندازم توش میشه یک، پس اون عامل صفر شونده نیست، پس این حتما مشتق ناپذیره. ممکنه یکی بگه خب آ رو صفر کن، میگم باشه بریم آ رو صفر کنم. اگر آ رو صفر کنم این کلن میره، این میمونه. خب این تو چند تا نقطه مشتق نداره؟ بالا سوالش رو حل کردیم، دو تا نقطه، یک و منفی یک. پس نه، آ نباید صفر باشه، چون اون وقت تعداد نقاط مشتق ناپذیر میشه دو تا، با صورت سوال مغایرت داره. خب پس تنها نقطه مشتق ناپذیر اون باید صفر باشه، درست شد؟ خب اینا رو چیکار کنیم؟ اینا که دو تا نقطه مشتق ناپذیر دارم اینور میبینم، میگم برای این دوتا باید این عبارت داخل پرانتزم عامل صفر شونده باشه، بنابراین هم تو یک هم تو منفی یک این عبارت باید صفر شونده باشه که اینو مشتق پذیرش کنه تو یک و منفی یک. خب هم یک هم منفی یک داخل قدر مطلق قرار بدن باید بشه صفر، خوشبختانه این که میشه یک، این باید کلن بشه صفر، پس آ از اینجا پیدا میشه منفی یک. اگر آ برابر منفی یک باشه تابمون فقط تو نقطه x برابر صفر مشتق نداره، یعنی فقط توی نقطه، پس جواب میشه گزینه سه. سوال بسیار سنگینی بود ولی کامل باید دیگه الان فهمیده باشید که چیکار باید بکنید. اما تابه بعدی که پیوسته هست ولی مشتق ممکنه نداشته باشه تابع رادیکالیه. تو تابع رادیکالی هم باز موضوع اولش میشه محاسبه مشتقهای چپ و راست و اینجا ما نمودار اطراف یه نقطه هم داریم، بریم ببینیم که رسم نمودارش به چه صورتی انجام میشه. مشتق چپ و راستش رو میگیرم بچه ها. f پریم x برابر میشه با مشتقش میشه 2x بر روی 3 تا رادیکال فرج 3 x2 منهای 1 به توان 2. مشتق چپ و راستش رو میخواد تو x برابر 1. خب نگاه کنید بچه ها، من الان باید راستش رو حساب کنم دیگه، یعنی یک راست بالا میشه دو، پایین به دلیل وجود این توان دوه اینجا باعث میشه که چی بشه؟ صفر مثبت بشه دیگه، یک بندازم اینجا صفر میشه، توان دوه صفر مثبتش میکنه، پس کلن میشه صفر مثبت و میشه مثبت بی‌نهایت. یک منفی چی؟ بازم میگم چون اینجا این توان دو هست تو یک منفی هم بندازی پایین میشه صفر مثبت، پس میشه دو بر روی صفر مثبت میشه مثبت بی نهایت، هم مشتق چپش میشه مثبت بی نهایت هم مشتق راستش، جواب میشه گزینه یک. اما من یه کوچولو توضیح بدم در مورد نمودارش. ببینید بچه ها، من اگه قرار باشه نمودار این تابر رو رسم بکنم ببینم باید چیکار کنم، چون بعضی وقتا سوال میدم و میگن نمودارش اطراف این نقطه چه شکلیه. شما کاری که باید انجام بدید فقط یه نکته ازتون میخوام، فقط یه نکته، چون چهار تا گزینه میده، شما با این نکته‌ای که میگم میتونید معمولا سه تا گزینه راحت خط بزنید. چیه؟ آقا اگه مشتقمون در واقع مثبت باشه تابمون سعودی اطراف یه نقطه، و اگه مشتقمون منفی باشه تابمون نزولی میشه، درست شد؟ حالا نگاه کنید، من از سمت چپ شروع میکنم، مشتقم چی شده؟ مثبت شده، پس یه تابع سعودی باید رسم بکنم که خط مماسش عمودیه، یه تابع سعودی با خط مماس عمودی به این شکل، از اون ورم یه تابع سعودی رسم میکنم با خط مماس عمودی چون اونم مثبت شده به این شکل، نمودارش به این صورت میشه، درست شد؟ پس در واقع شکلتون به این صورته که اینجا خط مماسش تو این نقطه عمودی. همین، با همین میتونید گزینه‌هاتون رو رد کنید. پس یه بار دیگه توضیح میدم، اگه مشتق مثبت بشه حوالی یه نقطه یعنی تابتون حوالی اون نقطه سعودیه، اگه مشتق منفی بشه یعنی نزولیه. خب
اینجا هم چون مشتقمون شده بی نهایت، یعنی خط مماسمون عمودی اون اول تو سوالای 1 و 2 بهتون توضیح دادم، گفتم بی نهایت شدن مشتق یعنی خط مماستون عمودیه. پس اینجا یه تابع سعودی باید رسم بکنم با خط مماس عمودی، دوباره ادامش بدم چون اینم مثبت شده دیگه، همچنان سعودی میمونه با خط مماس عمودی، بنابراین شکلش به این صورت در میاد. خب پس شکلش رو با هم رسم کردیم دیگه، جواب شد گزینه 3. اینم بحث نموداریش. حالا اگر دوستانی که دوست دارن حفظ کنن یه سری مطالب رو و سریعتر به جواب برسن، من میتونم براشون نکته بگم. اما واقعا شما فقط یه مشتق ساده میگیرید، بعد بر اساس مشتقهای چپ و راستتون میتونید شکلتون رو تشخیص بدید. اما اونایی که خب به هر حال تمایل به نکات ویژه دارن، این نکته رو بهشون میگم. نگاه کنید بچه ها، توابعی که به این فرمه fx برابر رادیکال فرج 3 x منهای a ضرب در gx، یعنی توان زیر رادیکال 1 فرج 3، یا میتونم کلی تر بگم فرد فرد و توان از فرج کمتر، کلی ترش میشه این. اما چون کتاب درسی بیشتر از فرج 3 نرفته، پس تا همین فرج 3 رو یاد بگیرید کافیه. اینا شکلاشون به این صورته، یا به این صورته یا به این صورت. از کجا بفهم کدومشه؟ اگر لیمیت جی ایکس وقتی ایکس میل میکنه به سمت آ چیه؟ ریشه زیر رادیکال. اگر لیمیت جی ایکس وقتی ایکس میل میکنه به سمت ریشه زیر رادیکال مثبت باشه، شکلمون سعودی میشه. اگر لیمیت جی ایکس وقتی ایکس میل میکنه به سمت آ منفی باشه، شکلم نزولی میشه. این نکته اول. نکته بعدی، اف ایکس برابر با رادیکال، زیر رادیکال بچه ها توان 2 ببینید، ریشه عبارت زیر رادیکالتون توانش 2 باشه، ضرب در جی ایکس، یا رادیکال زیر رادیکال قدر مطلق ببینید. اینا رو حواستون باشه، اینا رو نگید نقاط گوش است، حالا بعدا در موردش باز مفصل حرف میزنم. اینا نقاط مماس قائمن، مفصل حالا بعدا توضیح میدم. شکل اینا چجوری میشه؟ زیر رادیکال توان زوج یا زیر رادیکال قدر مطلق ببینیم. اینا شکلاشون اینطوری میشه، یا به این صورت. باز دوباره اگر لیمیت جی ایکس وقتی ایکس میل میکنه به سمت آ مثبت باشه، شکل هفتی داره. اگر لیمیت جی ایکس وقتی ایکس میل میکنه به سمت آ منفی باشه، شکلش هشتیه. اونایی که دوست دارن نکته حفظ کنن با اینا میتونن سوالاشون رو حل کنن. یه نمونه هم براتون حل کنن که موضوع کامل براتون جا بیفته. سوالشو دقت کنین. بهمون گفته چی؟ نمودار تابعین در همسایگی صفر. خب صفر ریشه زیر رادیکال، توان زوج، پس فرجمون هم که فرد دیگه 3. بنابراین به محض اینکه میبینم توانه زوجه، نکته آخری بود، شکلاش به این صورته، یک کدوم از این دوتاست، پس 3 و 4 رو خط میزنم، درست؟ حالا میام به جی ایکسش گیر میدم برای اینکه بفهم کدومشونه. میگم این جزء سعی ایکس به علاوه جزء سعی منفی ایکسه وقتی ایکس میل میکنه به سمت صفر، حدش چند میشه؟ خب ما میدونیم جزء سعی ایکس به علاوه جزء سعی منفی ایکس به ازای ایکس های عضو زد صفره، ایکس هایی هم که عضو زد نیستن منفی 1 میشه، چون x داره میل میکنه به سمت صفر هیچ وقت که به خود صفر نمیرسه، یعنی x مون عضو z نیست، جواب حدمون میشه منفی 1، پس چیه؟ منفیه. پس شکلش گفتیم اگه لیمیت g x منفی باشه به این شکل در میاد. اینم برای دوستانی که نکته بازن. خب اما تیپ بعدی بچه‌ها، ما تو رادیکال خیلی نکته ویژه‌ای نداریم. نکته بعدی میشه تیپ آخری که تو رادیکال ممکنه ببینید. توی رادیکال یه تیپ سوالی میدن، ظاهرش رادیکالیه اما داخلش که میرید تو بطن موضوع میبینید که قدر مطلق در واقع خروجی داره بهتون میده. کجاها این اتفاق میفته؟ زمانی که زیر رادیکال ریشه مضاعف دارید. خب از کجا بفهمیم؟
بعضی وقتا مثلا دانش آموز میره مشتق میگیره، بهش میگه مشتق چپ این تابر رو تو این نقطه حساب کن، رادیکالی هم هست. بعد میره مشتق میگیره، میبینه عددشو که میندازه میبینه هم صورتش داره صفر میشه هم مخرجش. اینا این مشکل رو دارن، این تیپ سوالا. یعنی شما حالا بعداً خودتون این کارو انجام بدید، ولی معمولاً میتونید با این نکته مشکلتون رو حل کنید. وقتی ریشه زیر رادیکالتون ریشه مضاعفه، میتونید از این ترفند استفاده بکنید و سوالتون رو حل کنید. ترفند چیه؟ ترفند اینه. گفتم چی؟ گفتم با استفاده از اتحادها، با استفاده از گویا کردن، اول تابت رو ساده کن، بعد بیا مشتق بگیر. خب باشه، من الان نگاه میکنم اینم تو x برابر 0، اینجا چی دارم؟ ریشه مضاعف دارم دیگه، چون 0 رو بندازم کل زیر رادیکال هم 0 میشه و چون اون عبارت رو دارم میبینم پس حتما ریشهش مضاعف. بعد در ضمن بچا تو گزینه‌ها که بی‌نهایت نداریم، از این نکات هم میتونید استفاده کنید. پس حتما یه گیری تو کار هست، چون معمولا ریشه‌های زیر رادیکال مشتقشو که میگیریم مشتقشون بی‌نهایت میشه، ولی اینجا بی‌نهایت نشده. خب پس یه گیری تو کار هست، پس از اینا استفاده میکنم، یا از اتحادها یا گویا کردن استفاده میکنیم و عبارتمون رو ساده ترش میکنیم، یا حداقلش اینه که به یه فرمی تبدیل میکنم که بتونم راحت مشتقشو بگیرم. خب f x هست رادیکال 1 منه رادیکال 1 منه x 2، درسته؟ من اینو میتونم گویاش کنم. چجوری؟ ضرب در رادیکال 1 به علاوه رادیکال 1 منه x 2 و تقسیم بر رادیکال 1 به علاوه رادیکال 1 منه x 2 که صورت کسرم میشه چی؟ میشه رادیکال، اینا تو هم ضرب بشن اتحاد مزدوج تشکیل میدن، اولی به توان دو منه دومی به توان دو، به این شکل. پایینم که خودشو می‌نویسم. بالا یکا با هم میرن، رادیکال x2 میمونه، چون منفی در منفی میشه مثبت x2، این کلن یه x2 میمونه، رادیکال x2 هم میشه قدر x. این شد. حالا فقط کافی از این عبارت مشتق بگیرم، چون قدر مطلق ظاهر شده باید قدر مطلق رو حذف کنم. خب قدر مطلق رو حذف میکنم، مگه نگفته مشتق چپ؟ خب قدر مطلق با علامت منفی برداشته میشه، یعنی اف ایکس هم میشه چی؟ منفی ایکس به روی رادیکال 1 به علاوه رادیکال 1 منه ایکس 2. حالا از این مشتق میگیرم تو نقطه صفر. یه نکته توی قضای مشتق باید بلد باشید، وقتی عامل صفر شونده دارید فقط از عامل صفر شونده مشتق میگیرید. خب بله، این الان عامل صفر شونده است، مشتقشو بخوام بگیرم فقط از اون مشتق میگیرم، میشه منفی 1 به روی پایین خودش رو می نویسم، بعد به جای ایکساش صفر می زارم. اف پریم صفر از سمت چپ پیدا می شه. بالا که منفی 1، پایینم صفر بذارم میشه رادیکال 2 یا همون منفی رادیکال 2 دوم. جواب میشه گزینه 1. بریم سراغ تابع دو ضابطه ای، آخرین تابعی که شما باید بشناسیدش. ببینید بچه ها، ما تا الان 4 تا تابع رو با هم بررسی کردیم، تابع کسری، تابع شامل جزئی که گفتیم اینا به دلیل اینکه تابعمون ناپیوسته است مشتق ناپذیر شدن، تابع قدر مطلق و تابع رادیکالی به دلیل اینکه مشتق های چپ و راستشون با هم برابر نیست مشتق ناپذیر شدن. اما تابع دو ضابطه ای تو هر دو تا گروه میتونه قرار بگیره، یعنی هم میتونه به دلیل اینکه ناپیوسته است مشتق ناپذیر بشه، هم میتونه به دلیل اینکه پیوسته هست ولی مشتقهای چپ و راستش برابر نیست مشتق ناپذیر بشه. پس اینجا حتما باید پیوستگی رو چک کنیم. پس اگه به ما گفت محاسبه مشتقهای چپ و راستش رو انجام بده، من باید اول پیوستگیشو چک کنم ببینم اصلا پیوسته هست یا نه. خب به من گفته مشتق چپ و راستش رو تو یک بگیر، خب اول پیوستگیشو قرار شد، چون دو ضابطه یا جزء تابعی بودن که حتما تابعمون میتونست ناپیوسته باشه. یک راستش رو از ضابطه بالا استفاده میکنم، میشه چند؟ صفر. یک چپش ضابطه پایین یک بندازم میشه یک، مقدارش میشه یک، چون از ضابطه که مساوی داره باید استفاده کنم میشه یک. پس حد راستش شد صفر، حد چپش شد یک، مقدارش هم شد یک. پس تابمون از چه سمتی پیوسته است؟ از چپ پیوسته است، پس حتما مشتق راست نداره، پس مشتق راستش وجود نداره. گزینه‌های 4 و 1 خط می‌خوره. حالا میخوام مشتق چپشو بگیرم. خب دیگه کاری نداره، مشتق چپشو میای از ضابطه‌ای که کوچیک‌تر از 1 دیگه،
یعنی اف ایکس مون مشتق چپش رو بخوام حساب کنم اینجا براتون می‌نویسم، مشتق چپش اف ایکس برابر 2 ایکس منهای 1 پریمش رو میگیرم بعد به جای ایکساش 1 میذارم. خب این پریمش میشه 2 دیگه، ایکسی نمونده، پس جوابش میشه همین 2. در نتیجه جوابم میشه گزینه 2. درست شد؟ پس مشتق چپش شد 2، مشتق راستش وجود نداره. اینم از این. پس چیز خاصی نداره، شما فقط کافیه اول پیوستگی رو چک کنید و بعد مشتق بگیرید. یه تیپ سوال دوباره اینجا براتون قرار دادم، حاصل این حده رو دو ضابطه‌ای بهتون میده، حاصل این حده رو ازتون میخواد. اینو باید چجوری تعیین کنی؟ من اول باید بدونم این حده، حده چپه راسته چیه، مثلا تو چه نقطه ایه. قرار شد ضریب چه پرانتز اولی منهای 1 منهای ضریب چه پرانتز دومی 0 تقسیم بر ضریب چه پایین 1 اف پریم این عدده، اف پریم 1 از چه سمتی؟ خب میگم اینجا h داره میره به سمت صفر منفی، خب به جای این بذارم صفر منفی توی منفی ضرب میشه، میشه صفر مثبت با یک جنبشه میشه 1 راست، پس مشتق راستشو میخواد، یعنی در واقع منفی اف پریم 1 از سمت راست رو میخواد. من باید مشتق راست رو بگیرم، مشتق راستش هم اینجا دیدیم که وجود نداشت دیگه، چون از چپ پیوسته بود فقط. در چه مینویسید وجود نداره. تمام، اینم از این مدل. بریم سراغ مدل بعدی تو تعابع دو ضابطه‌ای. تو تعابع دو ضابطه‌ای ممکنه در مورد وجود مشتق هم صحبت بکنه، سوال بپرسه که بارها تو کنکور ازش سوال مطرح شده، همتونم استاد این تیپ سوالا هستید، خیلی راحته دیگه. خب گفته تابع با ضابطه فلان در x برابر 1 اینجا افتاده، در x برابر 1 مشتق پذیره، گفته b رو پیدا کنید. برای اینکه تابعمون تو 1 مشتق پذیر باشه باید اولا پیوسته باشه، اینجا توضیحشو بهتون دادم، و مشتقهای چپ و راستش با هم برابر باشه. خب پیوستگیشو اول چک میکنم، یکو قرار میدم اینجا، حد راستش میشه 3 منهای 5 میشه منفی 2، حد چپش میشه 1 بندازم میشه 1 به علاوه آ به علاوه بی، مقدارش از رابطه بالا اونم منفی 2، پس یه رابطه پیدا شد، 1 به علاوه آ به علاوه بی باید باشه منفی 2، از اینجا آ به علاوه بی پیدا میشه منفی 3. بعد گفتیم مشتقهای چپ و راستش هم باید با هم برابر باشن. مشتق راستش از ضابطه بالا اف پریم ایکس رو می‌نویسم براتون. بچه ها وقتی صورت کسرتون عدد ثابته برای مشتق گیری از این رابطه استفاده کنید. کا بر روی ایکس به توان ان مشتقش چی میشه؟ این ان رو تو این کا ضرب کنید میشه ان کا، یه منفی بهش بدید منفی ان کا، توان مخرج رو یه واحد زیاد کنید، ایکس به توان ان به علاوه 1. پس اینجا الان توان این 1ه، 1 در 3 3 یه منفی میدم منفی 3، توان مخرج میشه 2. تمام، منهای 5 هم که 0 میشه دیگه نمی نویسمش، پایینم مشتقش میشه 2x به علاوه آ، اینجا 1 بندازم مشتق راستم پیدا میشه میشه منفی 3، پایین 1 بندازم مشتق چپم میشه 2 به علاوه آ. اینا باید با هم برابر باشن، پس 2 به علاوه آ باید منفی 3 باشه، آ میشه منفی 5، منفی 5 رو اینجا قرار بدم بی به دست میاد 2، پس جواب میشه گزینه 3. اینم از این تیپ. پس چیز خاصی نداره تعابع دو ضابطه ای، فقط شرطش اینه که حواستون به پیوستگیش باشه. اما ما یه موضوع بسیار مهمی داریم تو کتاب درسی، البته تا حالا ازش تو کنکور سوال ندادن، اما تو کنکورهای آزمایشی بارها سوال ازش مطرح شده. چیه نقاط مهم مشتق ناپذیر؟ دو تا نقطه مهم توی کتاب درسی اومده، شما باید این دوتا رو بشناسید. این دوتا چی هن؟ اولیش نقاط مماس قائمه، دومیش نقاط گوشه است. باید بدونید اینا چی هن و چه موقعی تشکیل میشن. نقاط مماس قائم نقاطی هن که مشتقهای چپ و راست هر دوتا بی نهایت بشن. درست شد؟ پس تو نقاط ابتدا انتها ما نقطه مماس قائم نداریم، باید حتی مشتق چپ و راست هر جفتش بی نهایت بشن. پس تو تابع رادیکالی با فرج فرد این اتفاق میفته. من نکتهشو براتون پایین نوشتم، اون بالا یه اشاره کردم. توابعی که ریشه زیر رادیکال با فرج فردن یا زیر رادیکال قدر مطلق دارین با هر فرجه‌ای،
حتما اینا مماس قائمن. حتما بچه ها باید توان از فرجه کمتر باشه. خب پس من اینجا کاری به این x2 اصلا ندارم. به من گفته چند تا نقطه مماس قائم داره دیگه. کاری به اون x2 ندارم. میام از این استفاده میکنم، نقاط مماس قائمش رو پیدا میکنم. ریشه های زیر رادیکال به شرطی که توان از فرجه کمتر باشه. چون فرجه فرده خیالم راحته، فقط ریشه های زیر رادیکال به شرطی که توان از فرجه کمتر باشن. از یه x فاکتور میگیرم، یه x منهای 1 میمونه. این توانش با فرجه برابره، پس x برابر 0 ریشهش قبول نیست، یعنی مماس قائم نیست. بنابراین فقط x برابر 1 رو قبول میکنم، چون توانش 1 از فرجه کمتره دیگه. تابمون فقط تو x برابر 1 مماس قائم داره. درست شد؟ چند تا نقطه؟ یه دونه. خیلی راحت اینا رو میتونید با این نکته‌ای که این پایین نوشتم پیدا بکنید. اما نقطه بعدی نقاط گوشه یا زاویه دارن. اول ببینیم نقاط گوشه چی هن بچه ها. نقاطی هن که تابه توش پیوسته هست اما مشتقهای چپ و راستش برابر نیستن و دو طرف هم نباید بی نهایت باشن، چون اگه دو طرف بی نهایت باشن دیگه میشه مماس قائم. پس اینجا تابه پیوسته است، مشتق راستش مثلا بی نهایته، مشتق چپش یه عدده، یا هر دوتا عددن ولی نابرابرن، اینا میشن نقاط گوشه. پیوسته هستن، چپ و راست با هم برابر نیستن. تو چه توابعی رخ میدن؟ ریشه های ساده داخل قدم مطلق نقاط گوشن. بالا توضیحاتشو دادم بهتون، شکلش هم براتون رسم کردم. سعی کننده های جزء سعی که تابع توش ناپیوسته هست، یه بار عامل صفر شونده ضرب بشه، یه بار، یعنی با توان یک، یه بار عامل صفر شونده توی ضرب کنم پیوسته میشه ولی هنوز مشتق نداره. خب این تعریف چیه؟ پیوسته بشه مشتق برابر نداشته باشه، یعنی نقطه گوشه است. پس سعی کننده های جزء سعی که عامل صفر شونده با توان یک توشون ضرب شده میشن نقاط گوشه. آخریش تو توابع دو ضابطه ای باید چک کنیم ببینیم تابع اون پیوسته هست یا نه. اگه پیوسته بود مشتق های چپ و راست برابر نبودن نقطه گوشه است. خب بیایم سراغ سوالاش. سری سوالاشو دیگه با نگاه باید حل کنید. نگاه کنید. تعداد نقاط گوشه. کدوم یکی از این سه تا حالته؟ ببینید. ریشه ساده، سعی کننده جزء سعی، توابع دو ضابطه‌ای. خب این فقط قدر مطلق دارم دیگه. ریشه ساده داخل قدر مطلق. دو تا قدر مطلق ولی دارم. اولیه ریشه صفر، بیرونیه دو تا ریشه داره. قدر مطلق x منهای 1 مساوی با صفر. دو تا ریشه بهم میده، مثبت منفی 1. سه تا نقطه مشتق ناپذیر دارم. اگه دوست داشتید میتونید شکلش هم رد کنید، قدر مطلق x رو رد کنید، یه واحد بیاریدش پایین، دوباره قدر مطلق ازش بگیرید، شکلش اینطوری میشه. سه تا نقطه گوشه داره. درست شد؟ اینم از این. سوال بعدی گفته که تابع فلان در x برابر 2 چه وضعیتی داره؟ یه تابع دو ضابطه‌ای بهمون داده و گفته بررسی کن تو x برابر 2 کدوم گزینه برقراره. من اول تابع دو ضابطه‌ای تا می‌بینم اول باید پیوستگیشو چک کنم. حد راستش میشه چند؟ سری حساب کنیم دیگه. 2 راست میشه از ضابطه بالا میشه 1. 2 رو بندازم پایین، حد چپش رو حساب کنم میشه 4 منهای 2 میشه 2، 2 منهای 1 اینم 1 شد. مقدارش هم بندازم ضابطه بالا چون مساوی داره اونم 1 میشه. پس پیوسته است، گزینه 1 خط میخوره. حالا کدوم یکی از ایناست؟ میگم مشتقش رو بگیر. f پریم x ضابطه بالا میشه 1، ضابطه پایین میشه 2x منهای 1. 2 که توش بندازم این میشه 3، بالا که 1 دیگه. درست شد؟ مشتقهای چپ و راست با هم برابر نشدن، تموم شد و رفت، گوشه است. پیوسته بود ولی مشتقهای چپ و راستش برابر نشدن، حتما میشه نقطه گوشه. سوال بعدی، تابع فلان گفته در x برابر 0 چه وضعیتی داره؟ دوباره حد راست 0، حد چپ 0، مقدار 0، پیوسته هست، پس گزینه 1 خط میخوره. مشتق از تابع میگیرم، f پریم x میشه 1 بر روی 2 رادیکال x، پایین میشه 2x منهای 1. 0 بندازم پایین میشه منفی 1، بالا 0 راست بندازم، چون 0 راست باید بندازم دیگه، میشه چی؟ میشه مثبت بی‌نهایت.
یکی شد عدد، یکیش بی‌نهایت، حتما گوش است. اگه جفتش می‌شدن بی‌نهایت، مماس قائم بود. و اگه هم با هم برابر می‌شدن، مشتق پذیر می‌شد. چون تا با هم پیوسته هست. اما سخت‌ترین سوالی که میشه تو این زمینه داد، یه تابع جزء سعی. ببین چقدر راحت میتونیم حلش کنیم. گفتیم سعی کننده های جزء سعی به شرط اینکه عامل سعی کننده با توان یک پشتشون ضرب شده باشه، میشن نقاط زاویه دار یا گوشه. نقاط ابتدا انتها بچه‌ها گوشه یا مماس قائم نیستن. پایین براتون کامل نوشتم. چون باید از دو طرف مشتق بتونیم بگیریم. خب وقتی ابتدا انتها باشه از یه طرف حتما مشتقش رو اجازه نداریم بگیریم. خب گفته نمودار تابع فلان چند تا نقطه زاویه دار یا گوشه داره. زاویه دار منظورش همون گوشه است. خب بنویسم اینجا براتون، این یعنی گوشه. قرار شد سعی کننده های جزء سعی رو پیدا کنیم، چون قدر مطلق نداره، دو ضابطه‌ای هم نیست. اونا که به کنار، تنها چیزی که میتونه زاویه دار داشته باشه اینه که سعی کننده های جزء سعی، بعد باید پشتش حتما عامل سعی کننده با توان یک ضرب شده باشه. بریم ببینیم حالا چی میشه. تو این بازه سعی کننده های جزء سعی چی میشه؟ خب میشه 1، 2 و 3. همین سه تا نقطه رو میتونیم داشته باشیم که اینا میتونن گوشه باشن. نکته‌ای که باید رعایت بکنید، باید تو این نقاط این عبارت صفر شونده باشه. بریم ببینیم هست یا نه. یک رو بندازم توش میشه کوسینوس پی دوم، صفر میشه. بله، توانش هم یک، مشکلی نداره، این حتما نقطه گوشه است. دو رو بندازم توش کوسینوس پی به دست میاد، کوسینوس پی میشه منفی یک، صفر نشد، پس این گوشه نیست. سه رو بندازم توش کوسینوس سه پی دوم صفر میشه، پس اینم صفر شونده و گوشه. تمام، دو تا نقطه گوشه بیشتر نداریم. پس از این به بعد دیگه دارم میخواد شما باید از سوال یک معمولا تا سوال 24-25 رو تقریبا یکی با دقت بیشتر بخونید، نکاتش رو کامل یاد بگیرید، بقیه‌اشو میبینید چشمی هم میتونید حل بکنید، نیاز به حل ویژه‌ای نیست، فقط به شرط اینکه شما اون نکات اولیه‌ای که بهتون گفتم رو خوب مسلط باشید. خب یه جمع‌بندی نهایی براتون بکنم، ببینید تا الان چی گفتیم. و از این به بعد سوال بهتون میده، میگه چند تا نقطه مشتق ناپذیر این تابه داره. بچه‌ها اینجور موقعا دیگه گریه میکنن. چرا؟ چون پیدا کردن نقاط مشتق ناپذیر خیلی کار سختی میشه براشون. اما این جمع‌بندی منو کامل یاد بگیرید، به راحتی با نگاه سوالاشو حل میکنیم. حالا بریم ببینیم چجوری. نگاه کنید، ما گفتیم که نقاط مشتق ناپذیر کجا رخ میده. پس من الان در واقع دارم در مورد نقاط مشتق ناپذیر توی بازه حرف میزنم. میخوام ببینم کجا نقطه مشتق ناپذیر دارم. گفتیم یه سری از توابع به دلیل اینکه ناپیوستن مشتق ندارن. اینا چیا بودن؟ ریشه های مخرج، تو توابع کسری، البته به شرط اینکه حداقل از یه طرف حدی مقداری چیزی بشه براش حساب کرده، حداقل از یه طرف تعریف شده باشه، اینطوری بگم. دومی سعی کننده های جزء سعی، سعی کننده های جزء سعی FX، اینا به دلیل اینکه ناپیوستن مشتق ناپذیرن. فقط تو سعی کننده های جزء سعی FX حواستون باشه که مینیمم نباشه، چون مینیمم باشه پیوسته مشتق پذیر میشه. مورد دوم، توابعی که پیوستن ولی مشتقای چپ و راستشون برابر نیست. چیا بودن؟ ریشه های ساده داخل قد مشتق. چی بود؟ نقطه گوشه بود. ریشه های زیر رادیکال به شرطی که توان از فرجه کمتر باشه. سوال پیش میاد اگه توان و فرجه با هم برابر باشن چی میشه؟ میگم بچه ها وقتی توان و فرجه با هم برابر باشن دیگه از حالت رادیکالی خارج میشه. مثلا اینو بهتون دادم، خب شما سری میگید این همون ایکسه، ایکس هم که هیچ کدوم از اینا رو نداره، پس مشتق پذیر. اما اگر مثلا بهتون بگه رادیکال ایکس، تو میگید این همون قدر مطلق ایکسه، میاد تو زیر شاخه این قرار میگیره، ریشه های ساده داخل قدر مطلق، یه نقطه مشتق ناپذیر صفر داریم. درست شد؟ این هم حواستون باشه اگه توان و فرجه برابر بودن باید چیکار کنید. آخریش میشه سعی کننده جزء سعی با چه شرطی؟
به شرطی که عامل صفر شونده با توان یک توش ضرب شده باشه. چی میشد؟ نقطه گوشه میشد. پس اینا شدن نقاطی که تابع توش پیوسته است ولی مشخصه چپ و راستش برابر نیست. تابع دو ضابطه ای هم گفتیم هم میتونه تو این زیر شاخه قرار بگیره هم تو این. به خاطر همین کلن جداش کردم. تو تابع دو ضابطه ای تو نقطه مرزی باید چک کنید اون نقطه ای که دوتا تابع شکسته میشن تابع همون شکسته میشن. در نتیجه باید چک کنید ببینید که تابع اول پیوسته هست یا نه. اگه پیوسته بود ببینید مشتقات چپ و راستش برابر هست یا نه. اگه همه این شرایط رو داشت میگید مشتق پذیره. اگه یکیش برقرار نباشه میگید نقطه مشتق ناپذیر تابع است. حالا بریم سراغ سوالاش. سوال اول خوب دقت کنید چی گفته؟ گفته تابع با ضابطه این در آ مشتق نداره. من اول باید بدونم اون آلفاه تو x برابر آلفا گفته مشتق نداره. من باید بدونم این آلفای چیه. نگاه کنید بچه ها. یه رادیکال دارم که میتونه نقطه مشتق ناپذیر ایجاد کنه یه قدر مطلق. اول میرم سراغ قدر مطلق x برابر 0. بله نقطه مشتق ناپذیرشه. دیگه یعنی مشتق ناپذیر نداره؟ میگم نه. چرا؟ چون ریشه زیر رادیکال نداریم. چون قرار شد ریشه ساده داخل قدر مطلق، ریشه های زیر رادیکال و اینا رو حساب کنیم دیگه. خب الان رادیکال هم یعنی زیر صفر نمیشه؟ نه، یک به علاوه قدر مطلق هیچ و صفر نمیشه. پس تنها نقطه مشتق ناپذیرمون x برابر 0. پس بنابراین طراح افریم 0 از سمت راست منو افریم 0 از سمت چپو میخواد. خب اگه قدر مطلق نداریم باید قدر مطلقمون بردارم. اول 0 از سمت راستش قدر مطلق با علامت مثبت برداشته میشه، 0 از سمت چپش با علامت منفی. حالا ازش مشتق میگیرم میشه 1 بر روی 2 تا رادیکال 1 به علاوه x. این یکی میشه 1 بر روی منفی 1 بر روی 2 تا رادیکال 1 منفی x. پس این مشتق راستمون یعنی افریم 0 از سمت راست به دست میاد 1/2، افریم 0 از سمت چپ 0 اندازم توش میشه منفی 1/2. اینا رو اگه از هم کم کنید جوابش میشه 1 و سوالتون حل میشه. رسیدیم به همون سوال باحاله که میگم دیگه اینجا قفل میکنید شما. اما ببینید نکاتی که گفتم رو کامل اینجا رعایت میکنید و ببینید اصلا من نیاز نیست چیزی بنویسم، به راحتی سوالمو حل میکنم. به من گفته تابع فلان در چند تا نقطه مشتق نداره. اولیش ریشه های زیر رادیکال. به من اصلا اینکه رادیکال میبینم ریشه های زیر رادیکال به شرطی که توان از فرجه کمتر باشه. اگر توان و فرجه برابر بودن چی؟ گفتم خودت باید اول سادهش کنی ببینی خودش میاد بیرون یا قدر مطلقش، بعد بفهمی که مشتق ناپذیر هست یا نه. الان نیا کنید این x برابر 1، ریشه زیر رادیکال توانش 1، فرجه 3 بله کمتره، پس میتونه نقطه مشتق ناپذیرش باشه. پس فعلا x برابر 1 رو اینجا می‌نویسم. تو شرطش هست؟ بله. پس این یه نقطه. بعد میام اون یکی. این یکی توانش 3، فرجه هم 3، میاد بیرون نه قدر مطلق میگیره نه چیزی. یعنی میشه x منهای 2 در رادیکال x منهای 1 فرجه 3. اینطوری ساده شدش دیگه. خب این که نقطه مشتق ناپذیر نداره پس تمام. فعلا یه نقطه. بیایم داخل قدر مطلق. داخل قدر مطلق x برابر منفی 1 ریشه ساده است چون توانش 1، منفی 2 رو اصلا قبولش نمی کنم به خاطر اینکه توانش 2ه. فقط ریشه ساده داخل قدر مطلق. پس منفی 1 رو هم اینجا می نویسم. تو شرطش هست؟ بله. اینم شد دوتا نقطه. درست شد. جزئی ندارم. ریشه مخرج ندارم. تنها حالت دیگه ای که میمونه باید چک کنم نقطه مرزی تو تابع دو ضابطه ای تو x برابر 0. اول پیوستگیش رو چک میکنم. 0 رو بندازم ضابطه بالا میشه چند؟ 0 رو بندازم ضابطه بالا این میشه منفی 1، این میشه منفی 8 که میشه رادیکال 8 میشه 2. 0 رو بندازم ضابطه پایین میشه 4. رادیکال 8 فرجه 3 که شد 2، پایین شد 4، با هم برابر نیستن. پس ناپیوسته است. پس x برابر 0 رو هم اینجا اضافه میکنم. چند تا نقطه مشتق ناپذیر؟ 3 تا. آخرین سوالی که براتون حل میکنم و تو تمرینای کتاب وجود داره ولی خب هنوز ازش سوال ندادن تو کنکور این سواله. دامنه تابع مشتق این تابع گفته کدومه؟ توی کتاب درسی تمرین وجود داره میگه از این تابع مشتق بگیر بعد بگو دامنه‌شون چیه. من بخوام از این مشتق بگیرم بعد تازه دامنه‌شو پیدا بکنم که خیلی طول میکشه. نکتهش اینه بچه ها، دامنه افریم
میشه دامنه F منهای نقاط مشتق ناپذیر. تموم شد. دامنه F چیه اینجا؟ میگم نه رادیکال با فرجه دو دارم، نه کسریه، نه لوگاریتم دارم، پس دامنش آره. تمام. پس دامنه F R منهای نقاط مشتق ناپذیرش رو چجوری پیدا کنم؟ قدر مطلق دارم. خب باشه، ریشه های سادش رو باید پیدا کنی. از x فاکتور بگیرم میشه x در x2 به علاوه 1. این که صفر نمیشه اصلا. یه ریشه صفر دارم که چون توانش 1 قبوله. پس آر منهای صفر یه نقطه مشتق ناپذیرم. رادیکال دارم، ریشه های زیر رادیکال x برابر منفی 2. توانش چنده؟ 1. از فرجه کمتره؟ بله. پس منفی 2 هم است. تمام. پس جوابم میشه گزینه 4. امیدوارم که بچه‌ها از این کارگاه بسیار بسیار مهم استفاده لازم رو برده باشید. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.